شما گرفتار کردید مردم رو. این اقتصادی است کشور شما به این روز انداختید. این بخشی از اظهارات سید ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات سال 1400 است، جایی که او سعی می‌کرد در نفی دولت روحانی خود را ناجی کشور و حلال مشکلات نشان دهد. اصولگرایان هم از او چنین تصویری ساخته بودند. آنها حتی پا را فراتر نهادند و رسما اعلام کردند که قدرت باید یک دست شود تا به زعم آنها همه قوا و نهادها در رفع مشکلات با یکدیگر هماهنگی لازم را داشته باشند. حالا که 3 سال از دولت رئیسی گذشته و قدرت هم یک دست شده، هیچ خبری از تحقق آن وعده ها نیست. ریاست قوه قضاییه با پرونده های بسیاری که این پرونده ها داره در دستگاه اجرایی تولید میشه، مردم هم خوب میدونن که بنده در رسیدگی خط قرمز ندارم، نه در ادعا، در عمل یه اثبات شده برای مردم. بی تردید مهمترین شعار رئیسی فساد ستیزی بود. او خود را به نوعی سمبل مبارزه با فساد معرفی میکرد و افتخارش در قوه قضاییه را برخورد قاطع با فساد میدانست. اما میگفت مبارزه با فساد را باید از دولت شروع کرد تا اصلا اجازه ندهیم که فسادی رخ دهد که قوه قضاییه بخواهد آن را کشف و پیگیری کند. مشخص شد که عذر میخوام، این گروه دبش بله تخلف کرده. اینم اضافه بکنم، هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده. اما نتیجهش این بود که در همین 3 سال 2 فساد مالی گسترده رخ داده. یکی فساد در چای دبش به ارزش 140 هزار میلیارد تومان که بزرگترین فساد مالی تاریخی ایران لقب گرفت، و دیگری فساد 1100 میلیارد تومانی وزارت کشاورزی که باعث کنار رفتن سید جواد ساداتی نژاد از مقام وزارت شد. ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه. یکی از مهمترین وعده های رئیسی تک رقمی کردن تورم بود. حالا اما 3 سال گذشته و تورم همچنان بیش از 40% است. یک کفی رو ما میتونیم براشون رایگان کنیم، او کف رو بعدن تعیین میکنیم چقدره. رئیسی وعده داده بود اینترنت را برای اقشار کم درآمد رایگان میکند، اما وضعیت و محدودیت های فعلی اینترنت خود گویای همه چیز است. ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. او گفته بود 4 میلیون شغل ایجاد میکنیم، اما اگر آماری را که فقط وزیر کار به آن اعتقاد دارد کنار بگذاریم، بیکاری به شکل محسوسی در جامعه قابل مشاهده است. واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، یعنی نوعی خودکفایی در سفره مردم. رئیسی مدعی بود که دیگر معیشت مردم وابسته به نرخ دلار نخواهد بود، اما افزایش نرخ دلار ناگهان قیمت‌ها را با چیزی شبیه انفجار روبرو کرد. ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران. سید ابراهیم رئیسی ضمناً گفته بود که گشت ارشاد را برای مدیران فعال می‌کند. اما نه تنها گشت ارشادی برای مدیران ایجاد نشد، بلکه همان گشت ارشادها که برای مردم ایجاد شده بود، هزینه‌های کم سابقه ای در سال 1401 ایجاد کردند. حالا هم همان گشت ارشادها احیا شدند. ما بنا داریم که ظرف 4 سال به حول قوه الهی 4 میلیون مسکن رو حتما تحویل بدیم. وزرای رئیسی هم کم شعار ندادند. رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود که سالی 1 میلیون مسکن، یعنی در مجموع 4 سال 4 میلیون مسکن میسازیم، ولی اکنون که 3 سال گذشته هیچ خبری از 3 میلیون مسکن نیست. جالب است که در ابتدای دولت 13 میگفتند در این دولت جشن پایان مستاجری را برگزار میکنیم، اما حالا به گفته یک مقام وزارت راه نه تنها 6 دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند، بلکه 4 دهک آنها حتی توان پرداخت اجاره هم ندارد. در دهک های تعریف شده ما امروز تا دهک 6 شاید توان خرید خانه را ندارند و بعضا به یک دهک های میرسیم که تا همون دهک 4 و 5 حتی توان اجاره و حتی نگه داشت خانه را ندارند. حجت عبدالملکی اولین وزیر کار دولت رئیسی می گفت با هر 1 میلیون تومان 1 شغل ایجاد می کنی. اما نه تنها چنین نشد، بلکه خود او هم استعفا داد و رفت. ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که او هم به دلیل فساد مالی در دوره‌اش کنار رفت، می گفت نوسان قیمت گوشت را کنترل می کنیم و حالا گوشت 700 هزار تومان شده. می گفت لبنیات به شدت ارزان می شود، اما نشد، و می گفت قیمت برنج کنترل می شود و استانهای گیلان و مازندران در تولید برنج خودکفا می شوند که هیچ یک محقق نشد. خاندوزی وزیر اقتصاد هم میگفت مشکلات بورس به کلی حل میشود و حالا میبینیم که بورس بیشترین فراز و نشیب را تجربه میکند و تا همین چندی پیش بود که شاخص بورس به زیر 2 میلیون واحد رسید و البته وعده داده میشد که سرمایه های خارجی بسیاری به کشور میآید و بعد از این دیگر مشکل سرمایه گذاری نخواهیم داشت. اما حالا نه تنها سرمایه خارجی جذب نشده، بلکه شاهد فرار سرمایه ها هستیم. ما حتما به دنبال رفع
تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود. دولت میگفت ظرف مدت کوتاهی مذاکرات احیای برجام را به سرانجام میرسانیم، اما چنین نشد و تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. دولت میگفت با پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس دیگر ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری در حوزه بین‌المللی به روی کشور باز می‌شود، اما این هم نشد و وعده ارتباط گسترده اقتصادی با کشورهای همسایه هم در حد شعار باقی ماند. اینها تنها بخشی از شعارهایی است که دولت سید ابراهیم رئیسی ارائه میداد، اما تبدیل به شعارهای برزمین مانده شدند و حالا پرسش این است: اصولگرایانی که بیشترین نقدها را به دولت 11 و 12 وارد میکردند، اکنون نظری درباره چند برابر شدن مشکلات کشور ندارند؟ قیمت گوشت 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر، این وضعیت چطور مردم تحمل کنند؟